کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو کاری از کمیته آموزش و پژوهش و با همکاری اعضای کمیته دفاع از محیط زیست کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ماده 22 اصلاحیه پیوست ها بند یک هر طرف متعهد می تواند اصلاحاتی را برای پیوست های این پروتکل پیشنهاد نماید متن هر گونه اصلاحی پیشنهادی حداقل شش ماه قبل از بررسی آن در نشست طرفهای های یا نشست ویژه طرفهای های توسط سازمان به آگاهی طرفهای های خواهد رسید بند دو اصلاحات پیوست ها به غیر از پیوست سه بر مبنای بررسی های فنی و علمی خواهد بود و در صورت اقتضا می تواند عوامل قانونی، اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد. اصلاحات مزبور توسط اکثریت دو سوم آرای طرف های متعاهد حاضر و رأی دهنده در نشست طرف های متعاهد یا نشست ویژه طرف های متعاهد که به همین منظور تعیین شدن تصویب خواهد شد. پند سه سازمان بدون درنگ اصلاحات پیوست های تصویب شده در نشست طرف های یا نشست ویژه طرف های را به طرف های متعاهد ارسال خواهد نمود. بند چهار به استثنای آنچه در بند هفت مقرر گردیده است اصلاحات پیوست ها در مورد هر طرف متعاهد بلا فاصله از تاریخ اطلاعی پذیرش آن طرف به سازمان یا صد روز پس از تاریخ تصویب اصلاحیه در نشست طرف های متعاهد در صورت دیرتر بودن به جز برای طرف های متعاهدی که قبل از پایان صد روز عدم توانایی خود را برای پذیرش اصلاحی در زمان تعیین شده اعلام می‌دارند لازم الاجرا خواهد شد هر طرف متعاهد در هر زمانی می‌تواند پذیرش را جایگزین اعلامیه قبلی اعتراض نماید و بر این اساس اصلاحی که قبلا مورد اعتراض واقع شده برای آن طرف متعهد برای آن طرف متعهد لازم اجرا خواهد شد بند پنج دبیر کل بدون تأخیر تمامی طرفهای های متعهد را از اسناد پذیرش یا اعتراض تودیع شده نزد سازمان آگاه خواهد نمود بند شش پیوست جدید یا اصلاحیه پیوست که به اصلاحیه مواد به این تشریفات پروتکل مربوط می شود تا زمانی که اصلاحی مواد این پروتکل لازم اجرا نشود لازم اجرا نخواهد گردید بند هفت در ارتباط با اصلاحی های پیوست سه در خصوص تشریفات داوری و در ارتباط با تصویب و لازم الاجرا شدن پیوست های جدید روش های اصلاحات مواد این پروتکل باید اعمال شود ماده 23 ارتباط بین تشریفات پروتکل و کنوانسیون این تشریفات بین طرف های متعاهد این تشریفات که طرف های کنوانسیون نیز هستند جایگزین کنوانسیون خواهد شد ماده 24 امضا تنفیز، پذیرش تصویب و الحاق بند یک این تشریفات پروتکل جهت امضای هر کشوری در مقر سازمان از تاریخ اول آوریل 1997 تا 31 مارس 1998 برابر 12 یک تا تاریخ 11 یک و, 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 و پس از آن برای الحاق هر کشوری مفتوح خواهد بود. بند دو کشورها می توانند به روش های زیر طرف متعاهد این تشریفات یا پروتکل شوند. 1. امضا بدون شرط تنفیز تصویب، پذیرش یا تصویب یا دو امضا به شرط تنفیز، پذیرش یا تصویب که متعاقب آن تنفیز، پذیرش یا تصویب صورت گیرد یا سه الحاق بند سه تنفیز، پذیرش، تصویب یا الحاق از طریق تودیع سندی به این منظور نزد دبیر کل انجام می پذیرد. ماده 25 لازم اجرا شدن بند یک این پروتکل در سیامین روز پس از تاریخی لازم و را می گردد که یک حداقل 26 کشور رضایت خود را برای ملتزم شدن به این پروتکل طبق ماده 24 اعلام نماید و حداقل 15 طرف متعاید کنوانسیون جزء کشورهای مذکور در جزء یک بند یک باشد بند دو برای هر کشوری که رضایت خود را برای ملتزم شدن به این پروتکل طبق ماده 24 پس از تاریخ موضوع بند یک اعلام نماید این پروتکل در سیومین روز پس از تاریخ ابراز رضایت کشور مزبور لازم الاجرا خواهد شد ماده 26 دوره انتقالی بند یک هر کشوری که تا قبل از 31 دسامبر 1996 میلادی برابر 11 ده 1375 طرف متعاهد کنوانسیون نبوده است و رضایت خود را برای ملتزم شدن به این تشریفات پروتکل قبل از لازمال اجرا شدن آن یا طی پنج سال پس از لازمال اجرا شدن آن اعلام دارد در زمان اعلام رضایت خود می تواند دبیر کل را آگاه نماید که بنابر دلایل مشروع در اطلاعیه آن کشور قادر نخواهد بود مفاد ویژه این تشریفات پروتکل مگر آنهایی که در بند دو مقرر شده است را برای یک دوره انتقالی که از مدت مذکور در بند چهار بیشتر نخواهد بود اجرا نماید. بند دو هیچ اطلاعیه صادر شده به موجب بند یک نباید بر تعهدات طرف متعهد این تشریفات در ارتباط با سوزاندن در دریا یا تخلیه پسماند رادیواکتیو یا سایر مواد رادیواکتیو تأثیری بگذارد. بند سه هر طرف متعاهد این تشریفات که دبیرکل را به موجب بند یک آگاه نموده است که قادر نخواهد بود برای دوره انتقالی مشخص شده خود را به طور کامل یا نسبی با بند یک ماده چهار یا ماده نه مطابقت دهد با این وجود باید در طی این دوره از تخلیه پسماند یا سایر موادی که برای آنها مجوز صادر نکرده است ممانعت نماید و بیشترین تلاش خود را به کار گیرد تا اقدامات اداری و قانونی به منظور حصول اطمینان از اینکه صدور مجوز و شرایط مجوز با مفاد پیوسته دو مطابقت دارد را به تصویب برساند و دویر کل را از هر گونه مجوز صادر شده آگاه سازد. بند چهار هر دوره انتقالی که در اطلاعیه صادره به موجب بند یک مشخص می گردد، بیش از پنج سال پس از تسلیم اطلاعیه مزبور ادامه نخواهد داشت. بند پنج طرف های متعاهدی که اطلاعیه را طبق بند یک صادر نموده اند، باید برنامه و جدول زمانی را برای دستیابی به پیروی کامل از این تشریفات پروتکل همراه با هر گونه درخواست برای مساعدت و همکاری فنی مرتبط طبق ماده 13 این تشریفات پروتکل به نخستین نشست طرف های متعاهدی که پس از تودیع سند تنفیز زیرش تصویب یا الحاق آنها تشکیل می شود تسلیم نمایند. بند 6. طرف های متعاهدی که اطلاعیه را به موجب بند یک صادر نموده اند باید روش ها و ساز و کار را برای دوره انتقالی ایجاد نمایند که اجرا و پایش برنامه های طراحی و ارائه شده برای دستیابی به پیروی کامل از این تشریفات پروتکل صورت پذیرد گزارش پیشرفت در راستای پیروی باید توسط طرفهای متعاهد مزبور به هر نشستی که طی دوره انتقالی آنها تشکیل می شود جهت اتخاذ اقدام مناسب ارائه گردد. ماده 27 انصراف بند یک هر طرف متعاهد می تواند در هر زمان پس از انقضای دو سال از تاریخ لازم اجرا شدن این پروتکل برای آن طرف متعاهد انصراف خود را از عضویت در این پروتکل اعلام نماید. بند دو انصراف از عضویت با تودی سند انصراف نزد دبیرکل کل نافذ بند سه هر انصراف از عضویت یک سال پس از دریافت سند انصراف توسط دبیر کل یا مدت زمانی طولانی تر که ممکن است در آن سند مشخص شده باشد نافذ خواهد شد ماده 28 امین اسناد بند یک این تشریفات باید نزد دبیر کل تودی گردد بند دو علاوه بر وظایف مشخص شده در بند 5 ماده 10، بند 5 ماده 16، بند 4 ماده 21، بند 5 ماده 22 و, و بند 5 ماده 26 دبیرخانه باید یک تمام کشرهایی که این تشریفات را امضا نموده اند یا به آن ملحق شده اند از موارد زیر آگاه نماید یک هر امضای جدید یا تودیع سند تنفیز، پذیرش، تصویب یا الحاق همراه با تاریخ آن دو تاریخ لازم الاجرا شدن این تشریفات سه تودیع هر سند انصراف از عضویت از در این تشریفات همراه با تاریخ دریافت و تاریخی که انصراف نافذ می شود دو ارسال رونوش های برابر از شده این تشریفات به تمام کشورهایی که این تشریفات را امضا نموده اند یا به آن ملحق گردیده بند سه به محض لازم اجرا شدن این تشریفات نسخه برابر از شده آن توسط دبیر کل برای ثبت و انتشار طبق ماده 102 منشور سازمان ملل متحد به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد. ماده 29 متون معتبر این پروتکل در یک نسخه اصلی به زبانهای عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است. که هر متن به طور یکسان معتبر می باشن. در تایید مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از طرف دولت مطبوع خود برای این منظور به طور مختزی مجاز می باشند این پروتکل را امضا کردند این پروتکل در لندن در تاریخ هفتم نوامبر 1996 میلادی تنظیم شد پیوست یک پسماند یا سایر موادی که ممکن است برای تخلیه مورد بررسی قرار گیرند. بند یک با آگاهی از اهداف و تعهدات کلی این تشریفات که در مواد دو و سه بیان شده پسماند یا سایر مواد مشروح زیر مواردی هستند که ممکن است برای تخلیه در نظر گرفته شوند. یک مواد حاصل از لایروبی دو لجن فازلاب سه، زایعات ماهی یا مواد حاصل از عملیات فراوری صنعتی ماهی چهار، کشتیها و سکوها یا سایر سازه های ساخت دست بشر در دریا 5. مواد معدنی و بی اثر مرتبط با زمین شناسی شش، مواد عالی دارای منشأ طبیعی هفت، اقلام حجیم اساساً شامل آهن، فولاد، بوتون، و مواد مشابه بی خطر که تأثیر فیزیکی آنها مورد نظر است و محدود به شرایطی می شوند که پسماند مزبور در آن مکان تولید میگردد گردد ماننده جزایر کوچک با جوامع دور افتاده که دسترسی عملی به سایر روش های دفع به جز تخلیه در دریا را ندارند. هشت جریان های دیوکسید کربن ناشی از فرایند های جذب دیوکسید کربن برای تزریق در زیر بستر. بند دو. پسماند یا سایر موادی که در جزهای چهار و هفت بند یک فهرست شدهاند ممکن است برای تخلیه در نظر گرفته شوند مشروط به اینکه موادی که دارای قابلیت ایجاد ذرات شناور هستند یا به صورتی دیگر در آلودگی محیط زیست دریا سهمی می باشند به میزان حداکثر زدوده شوند و به شرطی که ماده تخلیه شده هیچ مانع جدی برای ماهیگیری یا دریانوردی ایجاد نکنند بند سه با وجود موارد فوق و ذکر مواد فهرست شده در جزهای یک تا هشت بند یک که حاوی مقادیر رادیواکتیو بیشتر از قلزت های تعیین شده توسط آژانس بین انرژی اتمی و تصویب شده توسط طرف های متعاهد می باشند نباید واجد شرایط تخلیه تلقی گردند. علاوه بر این مشروط بر اینکه طی 25 سال از 20 فوریه 1994 و در فاصله زمانی هر 25 سال پس از آن طرفهای متعهد باید با توجه به سایر عواملی که مناسب بدانند مطالعه علمی را در رابطه با همه پسماندهای پرتوزا و سایر مواد پرتوزا به جز پسماندها یا مواد با سطح خطر بالا به طور کامل انجام دهند و نیز ممنوعیت تخلیه چنین موادی را طبق روش های بیان شده در ماده 22 بازنگری نمایند. بند چهار جریان دیوکسید کربن موضوع جزء 8 بند یک تنها در صورتی برای تخلیه در نظر گرفته می شود که یک دف در لایه صخره‌ای زیر بستر دریا انجام گیرد دو عمدتا شامل دیوکسید کربن باشند مواد مذکور ممکن است به طور تصادفی همراه موادی باشند که از ماده اصلی و در طی فرایندهای مورد استفاده در جذب و تزریق در لایه های زیر بستر حاصل شده باشد سه هیچ پسمان یا ماده دیگری به منظور دفع آن پسمان یا ماده دیگر به آن افزوده نشده باشد پیوست دو ارزیابی پسماند یا سایر موادی که ممکن است برای تخلیه در نظر گرفته شوند کلیات بند یک پذیرش تخلیه تحت شرایط ویژه رافع تعهدات به موجب این پیوست برای تلاش بیشتر در کاهش ضرورت تخلیه نمی باشد. ممیزی پیشگیری پسماند بند دو مراحل اولیه در ارزیابی جایگزین‌های تخلیه باید به نحو مقتضا شامل ارزیابی موارد زیر باشد: 1. انواع، مقادیر و خطر نسبی پسمانده تولید شده. 2. جزئیات فرایند تولید و منابع پسماند در آن فرایند. 3. امکان روش روش‌های زیر به منظور کاهش پسماند یا پیشگیری از آن. 1. فرمول بندی مجدد محصول. دو، فناوری تولید پاک 3. اصلاح فرایند 4. جایگزینی ماده اولیه 5. بازیافت در محل به صورت چرخه بسته بند 3. به طور کلی اگر تیه ممیزی الزامی مهرس شود که شرایط برای پیشگیری از تولید پسمان در مبدع وجود دارد، انتظار بر این است که متقاضی امر خط های پیشگیری از تولید پسماند را که شامل اهداف کاهش پسماند ویژه و تدارک ممیزی های بیشتر پیشگیری از تولید پسماند به منظور تضمین برآورده شدن این اهداف می باشد با همکاری مؤسسات ملی و محلی تعیین و اجرا نماید صدور مجوز یا تصمیم به تجدید آن باید رعایت الزامات هر گونه کاهش تولید پسمانده حاصله و پیشگیری آنها را تضمین نماید. بند چهار برای مواد لایروبی شده و لجن فاضلاب هدف از مدیریت پسمان باید شناسایی و کنترل منابع آلودگی باشد این امر از طریق اجرای راهبردهای پیشگیری از تولید پسماند حاصل می گردد و مستلزم همکاری بین مؤسسات محلی و ملی مربوط درگیر در کنترل منابع متمرکز و غیر متمرکز آلودگی می باشد. تا برآورده شدن این هدف مشکلات ناشی از مواد لایروبی آلوده را می توان با استفاده از فنون مدیریت تخلیه در دریا یا خشکی حل نمود.